تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز پنجشنبه میزبان عبدالامیر قریشی مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی بود جزئیات بیشتر در این باره را با هم ببینیم و بشنویم عبدالامیر قریشی مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی با حضور در برنامه سلام کربلا برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام اظهار داشت حقیقتا بر هیچ کس پوشیده نیست که زیارت اربعین امروزه جزئی از هویت شیعیان شده است و یکی از بزرگترین تجمعات در جهان اسلام به شمار می آید و این پدیده نشان دهنده تمدن اسلامی است عبدالامیر قریشی در ادامه افسود امروز این فرهنگ با کننده و شکل دهنده تمدن اسلامی در برابر تمدن های دیگر می باشد به این دلیل که تمدن اسلامی طی سالهای پیشین رو به زوال بود ولی اربعین توانست هیبت و عزت و کرامت را به تمدن اسلامی بازگرداند چرا که هر آنچه به امام حسین علیه السلام مربوط می شود کرامت است مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی تاکید کرد از این رو ما بر خود واجب دانستیم تا این زیارت را به جهان نشان بدهیم و تلاش کنیم آن را به همه جای جهان منتقل کنیم چرا که این زیارت از لحاظ تبلیغاتی در سایر رسانه های خارجی در بایکوت و سانسور خبری بود وی در ادامه افزود درب همیشه تلاش می کند تا از لحاظ رسانه ای این زیارت و این رویداد بزرگ و بی نظیر در جهان را نادیده بگیرد بنابراین ما از همین نقطه شروع کردیم و شروع به انتشار گزارش آماری سالانه در مورد زیارت کردیم عبدالامیر قریشی در رابطه با محتوای این گزارش آماری گفت این گزارش شامل تعداد زائران، تعداد وسایل نقلیه و تمامی آنچه که در زیارت اربعین یافت می شود مانند تعداد موکب های خدماتی، تعداد موکب های ازاداری، تعداد شبکه های که این زیارت را پوشش می دهند میزان فعالیت های امنیتی و خدماتی، میزان سوخت و سایر امور اقتصادی در گزارش های آماری مد نظر قرار می گیرد. مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی در ادامه گفت ما به طور مستند و نه تخمینی این کار را انجام می دهیم. مثلا برای تعداد زائران به دوربین های حرارتی متعلق به عطابه عباسی متکی هستیم که هر سال بیانیه راجع به تعداد زائران صادر می کند ولی این تعداد کل زائران نیست. اما ما با همکاری دستگاه های دولتی این اعداد را تفکیک می کنیم و آمارهای وزارت خارجه، دستگاه اطلاعاتی، وزارت کشور و اداره گذرنامه های مرزی را نیز مورد بررسی قرار می دهیم. وی با تاکید بر اینکه ما فقط به دوربین ها اعتماد نمی کنیم افسود در این زمینه از اداره های خاص در زمینه ورود زائرین هم کمک می گیریم. و علاوه بر آن از هوش مصنوعی نیز استفاده می کنیم که یک گروه متخصصی در این زمینه با ما همکاری دارند. عبدالمیر قرشی با اشاره به تشکیل کارگروه و همایش های علمی در رابطه با اربعین گفت 24 دانشگاه عراقی و برخی از دانشگاه های ایرانی و سایر کشورها و بیش از 100 محقق از بیش از سی کشور در این کارگروه و همایش ها حضور داشتند که همگی از نیروهای دانشگاهی و نخبه کشورهای مختلف بودند و در این کارگروه ها موضوعاتی همچون حمل و نقل، اجتماعات بشری، ایمنی اجتماعات بشری، مدیریت اجتماعات بشری، محیط زیست در اربعین یعنی اینکه چگونه در حفظ محیط زیست بکوشیم و مانع از آلودگی محیط زیست و مدیریت پسماندها از جمله مباحث مطرح شده بود. مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی با اشاره به چالش و رنگیز بودن خدماتی همچون برق و آب که البته با توجه به زیاد شدن تعداد زائرین مسئله طبیعی نه فقط در عراق بلکه در هر کشور دیگری است افسود طی سفرهایی که به برخی از کشورهای اروپایی داشتیم از مطالعات ما راجع به نحوه مدیریت جمعیت در زیارت اربعین استفاده و در زمینه بازیهای فوتبال بهره برداری نمودند لذا تحقیقات خود را بر اساس نمونه عراقی بازبینی کردند و البته ما هم از تجربه آنها استفاده کردیم و الحمدلله در حال حاضر چالش رو به کاهش هستند